یه صحبتهایی رو اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال مطرح کرده بودن که از بازی راضی نیستم و پاداش نمیدم. مدیریت استقلال این روزا چطور میدونی؟ اصلا پاداش به نظر من یه چیز حالا اپیدمیه واسه خیلی از کارهایی که زیبا انجام میشه. حالا تو بازی استاپرسوس به نظر من خیلی ها راضی نبود. حتی میگم من خود منم شاید مثلا بعد از اون گل زود هنگام شاید زیاد اون حس قشنگو نداشتم به این بازی ولی خب به نظر من اینقدر موقعیت‌های خوب ایجاد شد مطمئن اصلا موضوع پاداش و اینا نیستش. موضوع اینه که واقعا حق و حقوق بازیکن‌ها اگر پرداخت بشه بازیکن‌ها چون یکم وریا به دل گرفته میگه مصاحبه قشنگ زگو آقا اگه حق و حقوق به ما داده بشه اصلا پاداش نمیخواد. این بازی مدیریت رو چطور حل می‌کنی؟ در حیطه کاری من در مورد مدیریت صحبت کنم، همین که واقعا بتونن مشکلات بازیکن‌ها، چون ما از این مشکلات زیاد داریم، حالا هر کسی به نوبه خودش، ولی اگر مدیریت بتونه مشکلات یه تیمو بله. از روی شونه مربی برداره مطمئنا اون تیم میتونه موفق شد. و نکته بعدی این که در نیمه دوم خب اومدن دیاباته، خیلی ها از پیشکسوتان و کارشناسان فوتبال و مخصوصا باشگاه استقلال صحبت کردن که آقا تعویض چرا باید این تعویض شکل میگرفت و محمود فکری و کادر فنیش رو هدف قرار دادن. چقدر محمود فکری و کادر فنیش میتونست این بازی رو بهتر از نظر فنی مدیریت کنه و چقدر مقصر در برگشتن بازی یک هیچ؟ ببین در اینکه بازیکن بزرگی شیخ دیاباته شکی نیست، فکر می‌کنم جزوی از بازیکن‌هایی بود که فکر می‌کنم توی استقلال و ایشون و میلیش و چند تا از بازیکنه که حالا اسمشون رو بعدا میاریم جزو بازیکن‌هایی بودن که واقعا تاثیرگذار بودن، یعنی جزو خارجی‌هایی بودن که تاثیرگذار بودن. ولی وقتی که آقای فکری این تصمیم رو گرفتن که حالا آقای دیاباته بیرون باشن، حالا از دو فوروارد ارسلان و مهدی قائدی استفاده کنن، به نظر من تعویضی که حالا زود هنگامی که در 45 دقیقه نیمه دوم اتفاق افتاد، فکر می‌کنم شیرازی استقلال رو یه ذره از هم پاشوند و احمد موسوی به نظر من یکی از خوب‌های استقلال بود. حالا کلاً خیلی جا افتاده و خوب داره بله. استقلال. حالا ببینیم ما باید به نظر مربی احترام بذاریم، ولی خب فکر می‌کنم این تعویض یه ذره ناخواسته بود به نظر من. حالا شاید آقای فکری در تفکر این بود که بیشتر گل بزنه و این تفکر یهو ساختارش اشتباه شد به نظر من. حالا جابجایی بازیکن‌ها این توانایی رو از بازیکن گرفت و فکر می‌کنم ما متأسفانه وسط زمین رو از دست دادیم. به نظرم رسید شاید محمود فکری فکر کرد که با آوردن یک مهاجم زهردار میتونه حداقل دو مدافع پرسپولیس رو حداقل عقب نگه داره، اینا روی ضد حملات در واقع روی حملات اضافه نشن یا حداقل هافبکی رو درگیر کنه. ولی دیاباته آیا چنین شرایطی رو داشت؟ از من به نظر شما احترام میذارم، ولی خب به نظر من این فشار رو مهاجمای پرسپولیس حفظ کردن به خاطر اینکه خط دفاعی پرسپولیس کلا عقب بازی میکنه. حالا به خاطر حالا با تمام احترامی که برای تیم پرسپولیس قائل، به خاطر حالا سنی که مثلا مدافعین تیم پرسپولیس دارن، تیم عقب نگه داشته شد. من به نظر من آوردن شیخ دیاباته بیشترش به خاطر بود که به گل‌های بیشتری برسه. اگه بازیکن سرعتی جای دیاباته میمد چی؟ دیون نظر مربی بوده که اونجا تصمیم گرفته، من احترام میگم میذارم چون خودم قاعدتاً افکای پرسپولیس مثل نوراللهی، مثل ببینیم ما الان جلو بازی بله. کردن مثل کمال، مثل سرلک، همه داشته میرفتن بالا. خب ما الان ریگی رو دیدیم که چقدر زیبا بازی کرد و تونست واقعا کمربند تیم استقلال رو نگه داره. ولی خب این تعویض میگم بیشتر که به نفع استقلال باشه متأسفانه به نفع پرسپولیس. حالا در مورد این حاشیه‌ای که به وجود اومده، به نظر من امیدوارم آقای فکری کاری انجام بده که با تمام بازیکن‌ها بتونه یکسان عمل کنه. به نظر من این اتفاق برای یه بازیکن شما اون سمت خوب میشناسید، یعنی بله. سمت چپ رو شما سالها تجربه کردید، حالا جلو عقب. در شرایط کنونی میلیچ برای استقلال کامل تر بود به عنوان یک دفاع چپ جلو زن یا نادری؟ ببینید میلیچ پارسال به نظر من تمام فاکتورهای یه دفاع چپ کامل توی فوتبال ایران فهم کنم ادا کرد و حالا با اومدن آقای نادری که فکر می‌کنم فوتبالیست خیلی خوبی هم هستن، میتونستن مکمل خیلی خوبی در کنار هم دیگه باشن. حالا مثلا کار به بحث اخلاقی یا نمیدونم بی‌انضباطی بازیکن ندارم، به نظر من میلیچ 100% باید حفظ بشه. حالا این اتفاقاتی که افتاده مطمئنا توی خانواده استقلال افتاده و مطمئنم که این حل شدنی هستش. حالا شما میگی میلیچ رفته، منم اینو شنیدم که حالا پاسپورتش در اختیار خودش بوده یا نه، اینام در حیطه کاری من نیستش، ولی مطمئنم که این مشکلات
مشکلات خانوادگی استقلال حل میشه و میلیچ دوباره برمیگرده به استقلال، چون میلیچ جزو از بازیکنایی بود که واقعا تاثیرگذار بود. حالا درست دفاع چپ بود، ما همیشه تاثیرگذار رو فکر میکنیم باید حتما فوروارد باشه که تاثیرگذار باشه، ولی به نظر من میلیچ فوق العاده بود، هم پارسال هم امسالی که حتی دیر به استقلال پیوست، یعنی به تیم استقلال اومد، ولی به نظر من جز معدود بازیکنای بود که استقلال باید این بازیکن حفظ کنه. مدل ارسالش، مدل نفوذش، استفاده از ضربات کاشته خیلی کامل بود. حالا به هر حال تصمیم کادر فنی است و شاید گفته شد البته که به فرصت داده به استقلال تا پایین سال گویا و شاید بعد. میدونم مشکلات مالی باشه. این مشکلات دو ماه باشه که آقای حجت نظری گفتن پرداخت نکردیم. یعنی این از این داره اینا. ببین میلیچ مطمئن باشه اینقدر حرفه‌ای هستش که به خاطر پول یا به خاطر اینکه مثلا حالا دیر کرده، چون پارسال هم چه اتفاقی برای میلیچ و دیاباته افتاد و این اتفاق نیفتاد. دیدیم که پس اختلافش با محمود فکری بوده شده. اختلاف هم اسمش رو نمیتونیم بذاریم. شاید اختلاف نظره و این مطمئناً در این هفته یا تا هفته آینده مطمئنم که حل میشه و میلیچ دوباره برمیگرده به سر تمرین.